دوباره عرض سلامی دارم خدمت شما دانش آموزان گل رشته انسانی. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. شهرام عامری هستم، مدرس ریاضی آمار انسانی، مؤلف کتاب مبتکران و طراح آزمون‌های مبتکران. خوشحالم که امروز در مجموعه بزرگ و وزین اندیشه و خرد در خدمت شما هستم. سلام به همتون. سلام سپیده، چطوری حدیث؟ خب عرض کنم سلام فاطمه و بقیه همه. سلام، سلام علیکم. به 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 چه دخترها با انرژی. خوب سلام فاطمه، من عالیم، متشکرم. شماها چطورین؟ خوبین انشالله؟ ما هم خوشحالیم، خدا رو شکر نمیشم. خب یه سری که اسمای آشناست، کلی دارم اسما رو میبینم لذت میبرم. خب خیلی ممنونم آرزو، منم خیلی خوشحالم. حدیث، منم مشتاق دیدار شما هستم، خیلی متشکرم. چرا حتما فاطمه جان، حتما میگم که بچه ها زحمت بکشن، همکارا حتما برای شما هم سوال ها رو ارسال کنن. سلام آیدا، مبینا، یگانه. یگانه عالی، هم شما رو میبینم که از عالی هم عالی تر میشم، کلی انرژی میگیرم ازتون. خب امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب خوب باشه و آماده این باشین یک کلاس پر انرژی و خوب دیگر رو با هم سپری بکنیم. اولا اینکه تو برنامه هایی که داریم میریزیم اینه که انشالله اون بر سال قبل از امتحان های شما یه جلسه ای رو داشته باشیم، یه جلسه ای رو بذاریم برای امتحانتون و کامل توی یک ساعت و نیم کاری کنم که با خیال راحت بری سر جلسه امتحان و ریاضیت رو 20 بگیری و از جلسه بیای بیرون. عرض کنم خدمت شما که میگم براتون ارسال کنن یا تو در اصل سایت خود مجموعه قرار بدن که شما بتونید خیلی راحت اون رو از روی پنل بردارید. آره ما همچین برنامه ای رو داریم انشالله، تاریخش رو خدمتون اعلام میکنیم. یه جلسه یک ساعت و نیم میذارم، کل مشکلاتت رو از بین میبرم، میگم تو امتحانه چیکار کن که خیلی راحت به نمره 20 رو بگیری و با خیال راحت بیای بیرون از جلسه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. یگانه موقعی که من اینجام تو از چی میترسی؟ موقعی که من اینجام یعنی تو باید بری 20 بگیری بیای، از این لحاظ خیالت راحت باشه. خب اب نداره آرزو، اب نداره. وایسا قشنگ برای ترم آخر یه جلسه کلاس بذارم، لذت ببری از اون کلاس، خیالت راحت باشه. خیلی ممنونم بچه از لطفی که نسبت به من دارید، خدا رو 100,000 مرتبه شکر سارا. خب بچه هایی که تو جلسه قبل همراه ما بودن دیدن که خب یه قسمتی از تابع رو شروع کردیم به درس دادن، به تابع سال 11 رسیدیم، تابع ثابت، همانی و چند ضابطه‌ای رو با هم خوندیم. الان میخوام برم جلوتر و به امید خدا امروز تابع رو برای شما به اتمام برسونم، کلن تابع رو برات تموم کنم. بعد سالم که بهت قول دادم یه جلسه برات بذارم، گزاره های منطقی و آمار سال 11 رو به راحت ترین شکل ممکن بهت یاد بدم، کلی نکته میخوام بهت یاد بدم که به درد امتحانت هم بخور و خیلی سریع و راحت بری نمره 20 رو بگیری و با خیال راحت از درس ریاضی جلسه رو ترک کنید. اون دفعه جزوه نفرستن. یگانه جان من قطعا امروز پیگیریش رو انجام میدم، از همکارانم میخوام در مجموعه که حتما جزوه رو برای شما بذارم. خب امروز میخوایم بریم سراغ توابعی مثل چند ضابطه‌ای، مثل تابع ساین، سیگنوم، نماد یا علامت. میخوام راجع به براکت یه خورده با هم صحبت کنیم و بعد بریم سراغ تابع قدر مطلق. دو روش رسم تابع قدر مطلق رو بهت درس بدم و در انتها بریم سراغ چهار عمل اصلی بر روی توابع، هم به صورت مجموعی و زوج مرتبی و هم به صورت ضابطه، کامل برات موضوعات رو جا بندازم. منم با تو موافقم، فقط گوش بدید که جزبرم میگیم برای شما بفرستن. اگر امکانش بود اصلا فیلم ضبط شده دارم روی پنلمون بارگذاری میکنیم که شما خیالتون راحت باشه. چشمتون میبلا خانم سپیده، خانم گل. خب قبل از این که بریم تابع پلکانی رو بخوایم با هم بخونیم، میخوام برم رو تخته کامل این تابع رو برای جا بندازم، ببین چقدر تابع راحتیه. پس با من همراه باش، بریم شروع کنیم سراغ تابع پلکانی. بچه ها یه همچین تابعی رو در نظر بگیرید، فکر کنید داریم ایکسای بزرگتر از 2، ایکسای مساوی 2 و ایکسای کوچکتر از 2. اینجا داریم x2 به علاوه 1، اینجا داریم عدد 5، اینجا داریم x به علاوه 3. اولا از تو سوال میپرسم، میگم این تابع چند ضابطه یه؟ آمری کامل دقت کن،
این یه ضابطه مجزاست، این یه ضابطه است، این هم یه ضابطه است. آمری تابع ما یه تابع سه ضابطه‌ایه. میگم قبوله تا اینجا. میگم تو این تابع سه ضابطه ای تو تابع ثابت هم به چشمت میخوره. میگه خب تابع ثابت تعریفش چیه توی همچین مجموعه، توی همچین افکسی؟ میگم به تابعی ما میگیم تابع ثابت که موقعی که مقدارش رو در هر ضابطه نگاه میکنیم مقدارش عددی ثابت باشه. میگه آمری عدد ثابت یعنی چی؟ میگم عدد ثابت ما تو ریاضی به عددی میگیم که آقا جلوش هیچ متغیری وجود نداشته باشه، هیچ مجهولی وجود نداشته باشه. میگم آقا اگر دیدی تو اون ضابط عدد ثابت وجود داره یعنی اون نشون دهنده یه تابع ثابته، اگر دیدی یه مجهول وجود داره اون دیگه ثابت نیست. حالا از شما دخترام از سوال دارم، تو این تابع سه ضابطه ای که من نوشتم تابع اول نشون دهنده تابع ثابته، دومیه یا سومیه؟ با من اینطوری صحبت کنید. الان اولی ای خدا من دوباره اومدم سر کلاس اینا. کاملا درسته، مرسی از تک تک شما. تابع دومی که داریم میبینیم، ضابطه دومی که داریم میبینیم نشون دهنده یک تابع ثابته. میگه آقری نگاه کن این مجهول داره، پس ما مطمئنیم نشانگر تابع ثابت نیست. پایینی هم مجهول داره، ما مطمئنیم ثابت نیست. ولی اینجا را نگاه کن، یه عدد ثابت وجود داره، اگر عدد ثابت باشه ما شک نداریم تابعمون تابع ثابت. میگم دم شما هم گرم، تا اینجا اوکیه. میگم حالا دوباره یه مرحله با من بیا جلوتر. میگم حالا نظرت راجع به این تابعی که می نویسم چیه؟ فکر کن داریم ایکسای بزرگتر از یک، ایکسای مساوی یک، ایکسای کوچکتر از یک. اینجا داریم 2, 3, 5. میگم بیا به زبون ریاضی با هم حرف بزنیم، ما آدم هایی هستیم که ریاضی بلدیم. میگه آمری نگاه کن، تو الان برای ما یه تابع سه ضابطه ای نوشتی، یه تابع سه ضابطه ای نوشتی، نه این ساین نیست سارا، یه تابع سه ضابطه ای نوشتی که همه ضابطه های اون داره به ما تابع ثابت رو نشون میده. میگم مطمئنی؟ میگه آره. نگاه کن ضابطه اول اینجا عدد ثابته، پس تابعم تابع ثابته. تو اینجا عددم عدد ثابته، پس تابعم تابع ثابته. تو اینجا عددم عدد ثابته، پس تابعم تابع ثابته. آمری تو یه تابع سه ضابطه ای برای من نوشتی، همه ضابطه های اون تابع ثابته. میگم بچه ها به همچین تابعی میگن تابع پلکانی. ببین چقدر راحت یاد گرفتی. پس تابع پلکانی تعریفش چی میشه؟ تابع پلکانی تابعی است چند ضابطه ای که همه ضابطه های آن عدد ثابت باشند. یه بار دیگه بیا با هم مرورش کنیم. گفتیم تابع پلکانی یه تابع چند ضابطه ای، میخواد دو ضابطه ای، سه ضابطه ای، n ضابطه ای. اصلا تعداد ضابطه ها مهم نیست، مهم اینه هر ضابطه ای رو که نگاه میکنیم جلوش عدد ثابته، پس تابعش تابع ثابته، پس ما به این تابع تابع پلکانی میگیم. سعی کردم تابع پلکانی رو برای جا بندازم که به چه تابعی تابع پلکانی گفته میشه. حالا بیا بریم سراغ جزوه‌مون ببینیم جزوه داره به ما چی میگه. جزوه داره میگه آقا تابع تابع پلکانی، این قسمت تعریفش برامون مهمه خانوما، تابعی است چند ضابطه‌ای که در هر ضابطه مقداری تابع عدد ثابت است. یعنی همین چیزی که الان برای ما جا افتاد. آمری سوالاشو چطوری میدن؟ دو نمونه کلی تابع پلکانی برای ما سوال داره. یه سری سوالاش همراه با رسم شکل یگانه، یعنی ما باید بدونیم چجوری تابع درست پلکانی رو رسم کنیم. یه سری سوالاتش هم از سوالات جالبیه، میخوام اونم از آزمون‌های قطعی با عمل کنیم. اول از شکل تابع پلکانی همچین شکلیه. ببین به صورت یه سری پله است. حالا این پله‌ها یا به سمت بالا یا به سمت پایین در حال حرکتن. این حرف منو گوش کن، لزوماً فاصله پله‌ها یکسان نیست. اینو همین الان بده تو ذهنت. در تابع پلکانی که به صورت یه سری پلن که دارن به سمت بالا یا سمت پایین حرکت میکنن لزوماً اون فاصله پله هاش یکسان نیست. اینم تعریف تابع پلکانی رو بازم داشته باش تا بیا ازش سوال ببینی. آقا این سواله، سوالی که هم به درد امتحان پایان ترمت میخوره، هم سوالی که در کنکور مطرح شده. بچه ها هر موقع سوالاتی رو دیدید
یکی باید تو پر باشه، یکی هم داخلش باید خالی باشه. تو قسمت آخر نازنین بهت میگم میتونه دوتاش هم تو پر باشه. الان میبینیم، ببین مثل ضابطه آخر که جفتش علامت مساوی ده. عرض کنم خدمت شما که اینو از من داشته باش، برای سال بعدت هم داشته باش، تو کنکورت به درد میخوره. سوالایی که توش مقدار مساحت، مقدار محیط، معمولا ما کنکوریا بهش میگیم مساحت محدود، محیط محدود، سوالایی که تو این قالب مطرح میشه، مطمئن باش توش رسم شکل داری، اصلا شک نکن تو این موضوع. پس الان هم من میگم، میبینم که گفته مقدار مساحتی که بین نمودار تابع پلیکانی، یا آقا صحبت از مساحت کردی اینجا برای من، پس من مطمئنم باید شکل رسم بود. حالا میام جلوتر. بچه ها یه سوال دارم، با آره و نه به من جواب بدید. قبول دارید این تابعی که اینجا نوشتیم یا تابع پلکانیه؟ آره نه؟ بدو جواب میخوام ازت. بله متشکرم، منم با شما موافقم. میگم آقا این تابع پلکانیه؟ بله. یه تابع سه ضابطه، یه همه ضابطاش عدد ثابتن، پس من مطمئنم، شک ندارم که این تابع پلکانیه. گفتیم آقا صحبت از محیط یا مساحت به شما، مجبوریم که شکل رو رسم کنیم. پس میام یه دستگاه محورهای مختصات رو میکشم، مدرجش میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 اعدادش رو بذاریم اینجا، هم بریم 1 2 3 4 تا مدرجش کنیم. حالا اینجا رو کامل به من دقت کن. نه هلیا، حتما نباید 3 ضابطه داشته باشه، اصلا میتونه 10 تا ضابطه باشه. گفتم تعداد ضابطه ها برای ما اهمیت نداره، مهم اینه که هر ضابطه ای که ما داشتیم فقط جلوش عدد ثابت داشته باشه. آقا یه تابع 10 ضابطه ای همه ضابطه هاش عدد ثابت داشته باشه، اونم تابع پلکانیه، فرقی نداره. خواهش میکنم علی خانم گل. حالا میگم بچه ها این اعدادی که اینجا نوشته شده، اینا حرکت روی محور ایگرگ هاست. این وریاب که خودش گفته آقا اینا ایکس های تو هم، یعنی محور ایکس هاست. بیا بریم ما هم رسمشون کنیم. ببین ضابط اولیه به من چی گفته. گفته برو رو نقطه 1 محور ایگرگ ها اعداد 0 تا 2 رو نشون بده. خب میرم آقا روی نقطه 1 محور ایگرگ ها اعداد 0 0 میشه این مبدا دیگه، تا 2 رو میذارم، علامت میذارم، این دوتا رو به هم میچسبونم، اونی که علامت مساوی داره دایره توپر میشه. ببین شکلش چطوری رسم میشه. بعدی رو بیا با هم دقت کنیم. گفته برو روی نقطه 3 محور ایگرکا، روی نقطه 3 محور ایگرکا اعداد 2 تا 5 رو نمایش بده. آقا روی نقطه 3 محور ایگرکا اعداد 2 تا 5 رو نمایش بده. اینم 2 تا 5 به هم وصلش میکنم. میگم دخترا سمت چپیه رو باید توپر کنم یا راستیه رو؟ میگه برو به علامت مساوی دقت کن، موقعی که میگه بزرگتر از 2 تا بیاریم ولی رو رفت رنگ کن، توپرش کن. بریم سراغ آخریه. چی گفته به ما دخترا؟ گفته برید روی نقطه 4 محور ایگرگ ها، روی نقطه 4 محور ایگرگ ها ایکسای 5 تا 8 رو نمایش بدید. آقا این رو نقطه 4، این 5، این هم میره تا 8. به هم وصل میکنم، میگم حالا کدومو تو پر کنم؟ میگه آمری جفتشون علامت مساوی دارن، جفتشون رو برو تو پر کن. هم اینو تو پر میکنم، هم اینو تو پر میکنم. همونطوری که دیدی ما تونستیم الان شکل تابع پلکانی رو رسم کنیم. ببین الان به حرف من میرسی، الان به حرف من میرسی. چرا؟ گفتم آقا این تابع پلکانی به صورت پله هایی هم به سمت بالا یا پایین در حال حرکتن، لزومن فاصله پله ها یکسان نیست. داری میبینی این با این فاصله چقدر، این با این چقدر فاصلهش، پس به حرف من رسید. حالا میام ببینم تو پرانتز به من چی گفته. گفته مساحت مستطیل هایی که از عمود کردن نقاط مرزی بر محور ایکس ها به دست میاد. آقا ما به اینا تو تابع پلکانی میگیم نقاط مرزی. تو تابع پلکانی همون دایره ها بودن، تو پارو تو خالی بودن، اونا اسمشون نقاط مرزیه. میگه چی کار کن؟ میگه بیا این نقاط مرزی تو عمود کن به محور ایکس ها. خب بیا عمود کنم به محور ایکس ها. آقا عمود کردم به محور ایکس ها. خود صورت سوال چی داره به من میگه؟ میگه موقعی که عمودش کردی به محور ایکس ها بهت مستطیل میده. ما مساحت و مستطیل ها رو از تو میخوایم. آقا مستطیل ها مشخصن، این مستطیل شماره 1، این مستطیل شماره 2، اینم مستطیل شماره 3.
خب مگه مساحت مستطیلا رو از ما نخواسته؟ اولا بهت میگم ما مساحت رو با اس نمایش میدیم، مساحت مستطیل همیشه طول ضرب در عرض. خب بیاد مساحت تک تک مستطیل ها رو با هم نشون بدیم. میگم آقا اگر من اس یک رو از تو بخوام، اس یک یعنی چی؟ یعنی مساحت مستطیل شماره یک. میگه خب عمری این مستطیل شماره یک رو ببین، طولش دو بوده، عرضش یک بوده، پس مساحتش میشه دو ضرب در یک برابر میشه با عدد دو. میگم اس دو چطور؟ میگه اس دو میشه مساحت مستطیل شماره دو. ای خدا سبا عالی بودی. میگم خب مساحت مستطیل شماره دو، میگه آقا نگاه کن طولش سه، عرضش هم سه، سه ضرب در سه مساوی نه. میگه عمری همینجا اینجا استوب کن ببینم، مگه صورت تست به ما نگفته مستطیل؟ تو الان که داشتی میگفتی گفتی مستطیل شماره دو سه در سه، سه در سه که میشه مربع، که میشه مربع. الان بهت میگم، میگم آقا ما تو هندسه چی میگیم؟ میگیم هر مربع یک مستطیل است، هر مربعی یک مستطیل است. پس آقا مربع بودن مشکل نداره، مربع تو هندسه ما میگیم هر مربع یه دونه مستطیله، اینم برای ما اینو مستطیل محسوب میشه. میرم بعدی، میگم آقا مساحت مستطیل شماره 3، میگه نگاه کن طولش عدد 4 بوده، عرضش عدد 3 بوده، پس 4 رو ضرب در 3 میکنیم برابر میشه با عدد 12. در نهایت فقط کافی بوده که این مساحت ها رو با هم جمع کنیم، 12 به علاوه 9 به علاوه 2، 2 و 9 11، 11 و 12 هم برابر میشه با عدد 23. یعنی گزینه شماره 3 جواب صحیح تست بوده. بچه ها شما الان یکی از سخت‌ترین تست های کنکور رو حل کردید، نظرتون رو میخوام بدونم، به نظر شما این تست سختی بوده یا راحت بوده؟ ممنون میشم نظراتتون رو ببینم. خیلی راه خدا رو صد هزار من. آقا ما با هم چه بکنیم؟ خدا همه تون رو رتبه میکنم تو کنکور، ولتون نمیکنم. خب همین، ببین محدثه، من عامری دبیر کنکور، تموم مشاورای کنکور، مشاور خود مجموعه همون جناب آقای دکتر فرجی، همه متفق قلقل به این نظریم که چشم داوطلب همیشه باید به صورتهای مختلف تست آشنا باشه در کنکور. بنابراین آزمون قطره‌ای که میبینی هی میایم میگم آزمون قطره‌ای دارم، آزمون قطره‌ای داریم، اون تموم اونها به طراح کنکوره. یعنی هر جوری که بخوان به تو از تابع پلکانی سوال بدن رو من برات حل میکنم. تو کنکور چیز تازه‌ای نمیبینی تو دفترچه، همه اون سوالا با هم حل کردیم، از این لحاظ خیالت راحت باشه. ای خدا فاطمه اصلا شک نکن، به تو امتحانات 20 میرسونم، تو کنکور به 100 میرسونم، بلد نمیکنم، خیال راحت باشه. آمری جور دیگه ای هم میتونن از تابع پلکانی به ما سوال بدن؟ بله میتونن. یه حالت دیگه هم داره، بیا این حالت ها رو با هم مرور کنیم. بریم رو آزمون قطره، یا بریم رو آزمون قطره. بچه ها اینا آزمون های منحصر به فردی هن. یعنی باور کن سر هر کدوم از تستاش چه میدونم 2 ساعت 1 ساعت زمان برده شده تا این تستا تر شده، حالت های مختلف از دید طراح نگاه شده. بریم ببینیم تست از تابع پلکانی چی داریم حل کنیم. تابع پلکانی، خب اینا که تابع قدر مطلق بود، این که چهار عمل اصلی بر روی توابع، تابع قدر مطلق و بحث دامنه، تابع قدر مطلق، تابع پلکانی. پس چرا میگن انقدر سخت بود تست سال اردن و کسی بالای 20؟ کی همچین حرفی رو زده آرزو؟ چرا همچین حرفی رو زدن؟ ببین ما میگیم میانگین ریاضی کنکور اصلا به 20 نمیرسه. میانگین ریاضی تو کنکور مثلا در چند سال اخیر هلوش 3-4% میچرخیده، ولی قرار نیست تو جزو اون عمومه باشی. سلام، خیلی ممنونم. قرار نیست تو جزو اونا باشی، تو قرار جزو اون رتبه های برتر باشی، تو قرار میانگین ریاضی کنکور رو 100% تغییر بدی. نهایی ساده تره یا کنکور؟ آخه این حرف هر قیاس درستی نیست، ولی خب کنکور اصلا اینو یادتون باشه چه یه بازی حرفه‌ایه. خب ببین، یعنی تو سال بعد میخوای از یک دانش آموز معمولی، دانش آموز غیر حرفه‌ای، تبدیل بشی به یک داوطلب حرفه‌ای. خب این دوتا رو تو نمیتونی با هم قیاسشون بکنی.
خب سال بعد تو میخوای بشی یه داوطلب حرفه‌ای. اولا که نمیدونم الان من بحث زیر مجموعه هست شده یا نه، خیلی اطلاع دقیقی ندارم، ولی تو هر زیر مجموعه ریاضی درصدش فرق میکنه، ولی این رو بارها هم گفتم که سکوی پرش شما برای رتبه شدن در کنکور درس ریاضیتونه، تو این شک نکنید. با کتاب من، آره کتاب مفتکران کتاب فوق‌العاده و بی‌نظیریه، حدیث سال تحصیلی داخلش، کلی تستای کنکور، کلی تستای آزمون‌های آزمایشی، با قدرت این رو میگم، نه اینکه چون مؤلفش خودمم، کتاب حالا حالا به این قدرت تو بازار نخواهد اومد. خب به بقیه سوالاتون هم بچه ها جواب میدم، چون که اینطوری از درس میمونیم، آخرش وای میستم به سوالاتتون جواب میدم. بزنین درس رو ببرم جلو لطفا، بعدش کامل به سوالاتتون جواب میدم. خب ما اینجا یه سوال داریم، گفت آقا اگر فیکس یک تابع پلکانی باشن مقدار آکوردام هست، همینجا تو وای میستی. میگه آمنی، مگه تو ما نگفتی تابع پلکانی تابعیه که اینجا نباید هیچ مجهولی داشته باشیم؟ اینجا که ایکس رو مجهول داریم که. میگم آها، پس تو سوالایی که از تابع پلکانی به تو میدن، تو اول بیا با شرط رعایت شده. یادت میاد تو اون سوال رسمی ازت چی پرسیدم؟ گفتم قبول داری این تابعی که بهمون داده تابع پلکانی؟ گفتی آره. ولی الان اگر ازت بپرسم این تابع پلکانی، میگی نه این تابع پلکانی نیست. میگم خب باید تو این جاها چی کار کرد؟ اصلا سپید اینجا ما باید چی کار کنیم؟ میگم آقا اینجا برید اینجا سراغ ایکسه. آقا مگه اینجا مجهول نداریم؟ مجهولمون هم ایکس دیگه. میگم سریع برید سراغ ایکسه. ضریب ایکس هر چی که بود سریع مساوی صفر قرارش بده. ببین چه کلیدی دارم بهت میدم، تابع پلکانی رو بهت یاد دادم، حالا میگم برو تو تابع نگاه کن، ایکس رو پیدا کن. خب نه ایکس های دامنه ها، اینا رو نه، اینجا که قرار بود عدد ثابت باشه. ایکس دیدی، ایکس رو پیدا کن، برو سراغ ضریبش. میگم خب ضریب این ایکس اینجا چنده؟ میگی آی به علاوه یک. میگم برو اونو مساوی صفر قرار بده، یعنی آی به علاوه یک مساوی صفر یه معلوم مشهور میکنم، در نتیجه آ مساوی میشه با عدد منفی یک. زمانی که آ رو به دست آوردی، میگم برو اینجا هر جا که آ دیدی به جاش مقدارش رو قرار بده. من یه آ رو در نیاوردم منفی یک، خب برم اینجا هر جا آ دیدم به جاش بنویسم منفی یک. بیا تابعمون رو دوباره بنویسیم. اینا که تغییری نمیکنه، ایکس های بزرگتر از منفی 3 کوچکتر از 2، اینم که بوده ایکس های بزرگتر مساوی 2. حالا میگم بیا بریم جای آمون یه منفی 1 بذاریم. میگی خب آمری اگه جای این آ منفی 1 بذاریم میشه منفی 1، بله به منفی 1 میشه منفی 2. میگم بیا بریم پایینی ها رو آچو منفی 1 بذاریم. میگه اگه جای این آ منفی 1 بذاریم میشه منفی 1 به علاوه 1 میشه 0. آمری اگر 0 ضرب در x بشه که این کلا از بین میره. میگم خب چی میمونه؟ میگه عدد 2. میگم حالا چه اتفاقی افتاد؟ میگه حالا تازه شد تابع پلکانی، الان تابعمون دیگه تابع پلکانیه. پس ببین طراح آفرین سپیده، حالا پلکانی شد. این پلکانی نبود، ولی موقعی که من میرم ضریب ایکس رو مساوی صفر قرار میدم قطعا تابعمو تبدیل میکنه تابع پلکانی. حالا میگم چی ازمو خواسته؟ میگه آقا گفته مقدار اف آ. میگم خب آ رو چند در آوردی؟ میگی منفی 1. میگم پس در اصل اف منفی 1 رو ازمون خواسته. میگم حالا منفی 1 با توجه به دامنه ای که اینجا داده تو بالاییه قرار میگیره یا تو پایینیه؟ میگه خب این که گفته ایکس‌های بزرگتر مساوی 2، یعنی میره 3 و 4 و 5 و خود 2 به بالا، پس پایینیه قطعا جا نمیگیره. آمری من مطمئنم این تو ضابطه بالا جا میگیره. اف منفی 1 موقعی که دامنه رو نگاه میکنم منفی 1 اینجاست. میگم خب جوابش چند میشه؟ میگه جوابش هر عددی که اینجا نوشته، جوابش میشه منفی 2. به همین راحتی برو گزینه تو بزن. حالا این گزینه غلط بود، گزینه شماره 2 جواب صحیح تسته. اف منفی 1 از کجا اومد؟ سهر دو. مگه نگفته مقدار اف آ رو از ما بخواد؟ مگه ما آ رو در نیاوردیم منفی 1؟ خب پس اینجا جای آت بذار منفی 1 میشه اف منفی 1. سوال اف منفی 1 از من خواسته، اومدم گفتم منفی 1 تو دامنه بالا جا میگیره، دامنه پایین گفتی دامنه بالا، جواب تست میشه همون عدد ثابته. به همین راحتی. آها منفی 2 از کجا اومد؟ منفی 2 رو، این منفی 2 منظورته؟ یگانه؟
این منفی دو تو ضابط بالاییه؟ اگر این منفی دو منظورته، آ رو در آوردیم منفی یک، اینجا اومدیم جای آمون گذاشتیم، منفی یک شد منفی یک، به علاوه منفی یک شد منفی دو. اگر دو تا ایکس داشتیم کدوم رو برای اف میگیریم؟ نمیتونی تو دو تا ایکس داشته باشه، اصلا سوال غلطی میشه. ایکس یه چیز واضحه. خب اول منظور ایکس، کدوم ایکس رو میگیریم، یعنی چی کدوم ایکس رو میگیریم؟ سوال غلطی. دو تا ایکس نمیتونین داشته باشین، اون وقت سوال غلط میشه اصلا. همچین چیزی وجود خارجی نه. عرض کنم خدمتتون که ما الان کاری که کردیم تابع پلکانی رو با هم شناسایی کردیم، فهمیدیم تابع پلکانی چه تابعیه. بریم سراغ تابع بعد، توابع رو کامل شناسایی کنیم و بعد بریم ازش کلی سوال حل کنیم. گفتیم منفی یک، پس چرا گزینه منفی اگه چی گفتی؟ گفتیم منفی یک، پس چرا؟ بله محشید، فقط اونجا ضریب ایکس رو مساوی صفر قرار میدیم که تابعمون رو تبدیل کنیم به تابع پلکانی. پگاه من متوجه نشدم، زدی گفتی منفی، پس چرا گزینه منفی دو علامت زدیم؟ گزینه منفی دو رو علامت نزدیم، کجا منفی دو رو علامت زدیم؟ آها ببین، اف منفی یک رو ازمون میخواد، گفته مقدار اف منفی یک کدام است. هنوز سوالمون کامل حل نشده، چون گفته اف منفی یک کدام است، اومدیم گفتیم تو کدوم یکی از اینا میشینه، تو کدوم یکی این دامنه ها قرار میگیره، گفتی دامنه بالا، گفتم پس جواب تست میشه، اگه تو دامنه پایین قرار میگرفت جواب تست میشدی. حله؟ چرا دامنه پایین نمیشه؟ چون یکمه اف منفی یک پایینیه، میگه آقا این خود دو رو قبول میکنه و اعداد بزرگتر از دو. من نگفته اف منفی یک، اف منفی یک اینجا جا نمیگیره دیگه، تو بالاییه جا میگیره. حل خدا رو صد هزار مرتبه شد. خب بریم سراغ تابع بعدی. دوباره بیا قشنگ برا جا بندازم تابع رو، بعد بریم سراغ حل تستش. میگم آقا تابع بعدی که میخوایم بخونیم اسمش هست تابع ساین. بچه ها به تابع ساین تابع سیگنوم هم گفته میشه، بهش تابع نماد یا علامت هم میگه. این حرف من رو گوش کن، میگم تابع ساین یک تابع پلکانی به خصوص. میگی نبه، الان اینجا رو نگاه کن تو جزوه، بیم آقا این تابع علامت یا تابع ساین یه شکل مشخصی داره. این اولا قبول داری یه تابع پلکانیه دیگه، یه تابع سه ضابطه ایه، همه یه ضابطهاش عدد ثابتن. تو الان تابع پلکانی رو کامل یاد گرفتی. حدیث پس میگه آبلی این که تابع پلکانیه، میگم تابع ساین اصلا جزوه زیر مجموعه های تابع پلکانی محسوب میشه. این تابع پلکانی خاص رو ما بهش میگیم تابع ساین، سیگنوم یا نماد. پس اگه کسی ازت پرسید قشنگ مثل من تعریف کن، بفهمه که ریاضی رو بلدی. اگه گفت تابع ساین، بگو آقا تابع ساین یه نوع تابع پلکانیه به خصوصه، یه تابع پلکانیه که آقا این حالت رو داشته باشه بهش میگیم تابع ساین. تابع ساین داره به من چی میگه؟ میگه این تابع به ازای اعداد منفی به ما منفی یک میده، به ازای صفر به ما صفر میده، به ازای اعداد مثبت به ما یک میده. بیا همین رو بنویسیم پای تخته. میگیم آقا تابع ساین به ازای ایکسای مثبت، اعداد مثبت به ما عدد یک رو میده. خود عددش برامون مهم نیست، فقط این برای اون مهمه که عدد مثبته، منفیه یا صفره. پس اینو گفتیم تابع ساین به ازای اعداد مثبت به ما یک رو میده، تابع ساین به ازای صفر به ما خود صفر رو میده. و یکی دیگه از خصوصیات این تابع، تابع ساین اینه که به ازای اعداد منفی به ما منفی یک میده. پس این تابع پلکانی به خصوص اسمش تابع ساین، سیگنوم یا نماد یا علامته. حالا میگم آقا بیا ازت چند تا سوال بپرسم. میگم اگر به من بده ساین رادیکال دو، تو به من چی جواب میدی؟ ساین رادیکال دو میشه چی؟ بدو به من جواب. متشکرم،
مرسی مرسی. میگه آمری نگاه کن رادیکال دو یه عدد مثبته، تو هم به ما گفتی تابستان به ازای ایکس های مثبت یا عدد مثبت به ما یک رو میده. میگم خب اوکی، به نظرت ساین عدد پی چند میشه؟ ساین عدد پی رو ازتون میخوام، بدوید جواب میخوام ازتون، بدوید ماشاءالله تعدادتون هم چند. مرسی مرسی. میگه آقا عدد پی میشه 3.14، یه عدد مثبت ساین به ما یک رو میده. دوباره سوال دارم ازتون، میگم بچه ها ساین عدد صفر چند میشه؟ بدو جواب. متشکرم. میگه آقا تابستان به ازای صفر خود صفر رو هم میده. حالا میگم ساین منفی رادیکال 5 راجبت نظرش چیه؟ نظرت چیه؟ متشکرم مرسی مرسی، به ما عدد منفی 1 رو میده. پس بیاین دختر رو یه دور با هم مرور کنیم از تعریف ساین. تو هم اصلا تو خونه داد بزن تعریف رو، بدونن هم یاد داری میگیری. آقا تابع ساین یک تابع پلکانی خاصه. حالا خاصیتش چیه؟ میگه خاصیت تابع ساین اینه که به ازای ایکس های مثبت اعداد مثبت به من یک میده، به ازای صفر به من صفر میده و به ازای اعداد منفی به من منفی یک میده. این خاصیت ساینه. حالا بیا بریم تست ازش حل کنیم، بیا بریم تست ازش حل کنیم. خب بیا بریم رو تابع ساین ببینیم سوال قادر به حل کردنش هستی. گفته حاصل ساین ایکس دو به علاوه منهای سه تا ساین منفی 5 کدام است؟ بی صبرانه منتظر جوابتون هستم، بودید ببینم جواب میخوام از همتون. چی شد؟ دانش آموزای من باید تستاشون زیر 30 ثانیه باشه، بالای 30 ثانیه به درگاه نمیخوره. بودو بهتره کن لهش کن بیا بیرون سری تست رو. سبا میگه گزینه شماره 1، مائده میگه میشه منفی 3. خب نداریم که اصلا، ده مائده چی کار میکنی با خودت منفی 3 نداریم دختر تو گزینه ها. پگاه میگه منفی 1، فاطمه میگه گزینه 1، حدیث و سبا حدیث گزینه 2، سبا گزینه 1، سحر گزینه 3 رو انتخاب کرده. گزینه هاتون مختلفه 1, 2, 3, 4. خب بیا اینجا، بیا اینجا، کار داری تو هنوز، نگاه کن به من. میگم آقا مگه اول نگفته ساین ایکس 2 به علاوه 1؟ ده خب مگه شما جهشی خوندید؟ این چه وضع ریاضی آخه؟ سخت نمواده سلام ببین چقدر راحت برات حلش میکنم. میگم آقا این عبارته یه عبارت معروفه تو ریاضی، ما به این عبارت ها میگیم عبارت های همواره مثبت. یعنی به خدا اولین بار به گوشم خورده عبارت همواره مثبت یعنی چی؟ میگم نگاه کن اینجا را، اگر جای ایکس این هر عددی که دلت میخواد رو قرار بدی قطعا جوابش یه عدد مثبته. میگی نه چک. دقیقا سبا من با تو موافقم، یگانه مطمئن بودم اینو میگی. آقا این عبارت یه عبارت هموار مثبته. اصلا عبارت هموار مثبت جز عبارت های معروف ریاضی هستن که ما به داوطلب میگیم چک کن ببین هموار مثبت هست نیست، چجوریه تو تستا. آقا جای x هر عددیست از صفر از اعداد منفی رادی هر چی دوست داری قرار بدی جوابش مثبته. آقا ما گفتیم تابع ساین به ازای x ساین مثبت چند به ما میده؟ بدو جواب میخوام الان، بدو الان که عبارت عبار مثبت رو فهمیدی. متشکرم تمام. میگه آقا این مطمئنیم همواره مثبته، تابع ساین به ازای x ساین مثبت به ما یک. میگم این تا اینجا اوکی، پس جواب کل این شد یک. میگم بریم پس اینجا میشه یک منهای سه تا این ضریبشه دیگه. میگی خب ساین منفی 5، بچه ها ساین منفی 5 میشه چند؟ بودو جواب میخوام از در، تابع ساین به ازای ایکس های منفی چی به ما میداد؟ متشکرم منفی 1 بهمون میده. حالا میگم پس میشه یک منفی در منفی میشه مثبت، یک به علاوه 3 برابر میشه با عدد 4، بنابراین گزینه شماره 3 جواب صحیح این تست حل. بچه ها انرژی ها بالا، ها انرژی ها بالا،
کلاس من باید بترکه. آن سر حسابش بی‌دقتی کردی. یه بار دیگه هم برات میگم آیدا، چرا نمیگم؟ گفتم ایکس ساین ایکس دو به علاوه ایکس دو به علاوه یه عبارت همواره مثبته، عبارت هم معروفی هم تو ریاضی. میگم چرا؟ چون جای ایکس هر عددی قرار بدی جواب این پرانتز قطعا یه عدد مثبته و تابع ساین به ازای ایکس های مثبت به ما یک میده. این تا اینجا قبوله. حالا این یک رو گذاشتم جای این منهای 3، منهای 3 رو گذاشتم ساین منفی 5 تابع ساین به ازای ایکس های منفی به ما منفی 1 میده. یک رو نوشتم منفی در منفی مثبت 3 ضرب در 1 3، پس 3 به علاوه 1 میشه 4. اول ضریب رو حساب نمی‌کنید. شما اول باید منشی جواب ساین منفی 5 رو به دست بیاری، جوابشه که به دست آوردی تو این ضربش کنی. اول تو این جوابش شن میشه. خب این گفته منهای 3 تا ساین منفی 5. خب ساین منفی 5 چند میشه که جوابش رو تو اون منفی 3 ضرب کنیم دیگه؟ به این صورت. نه خیر خانم محشید، خانم اینا همه اولویت داره. محشید الان میریم اصلا یه عالمه تست داریم حل کنیم. اینه یادتون باشه بچا، معمولا خیلی کم پیش میاد که ما به صورت مستقیم از تابع ساین سوال داشته باشیم. خب 3 از کجا اومد؟ منفی در منفی شد مثبت 3 ضرب در 1 هم شد 3. 3 تا ساین منفی 5، ساین منفی 5 شد منفی 1، منفی 3 ضرب در منفی 1 هم شد مثبت 3. معمولا تستاش، حالا چه تو آزمون‌های آزمایشی چه من میخوام برای مبتکران ترک کنم، معمولا میام سوالاشو ترکیب میکنم با تابع براکت. خب سوالش ترکیبی میاد، مثلا مثل آمار سال دهم. ما بچه‌ها میگیم تو کنکور یه سری نمودارها هستن تو آمار سال دهم، نمیدونم خوندید یا نخوندید، نمیدونم نمودارهای چند متغیره رو یادتون میاد، نمودار حبابی، نمودار راداری. خب اینا معمولا ترکیبشون میکنن سوال میدن، یا مثلا نمودارهایی که اهمیت تری مثل نمودار میلی، مثل نمودار مستطیلی رو یا ترکیب میکنن با نمودار جعبه‌ای یا ترکیب میکنن با نمودار دایره‌ای. خب اینا تستای ترکیبی و حرفه‌ایه که تو کنکور مطرح میشه و بهت قول میدم تک تکشو بهت یاد بدم. متشکرم آیده. همون راداری تا عنکبوتی دقیقاً ستاره‌ای همون نمودار. حالا بیاییم بریم یه دونه دیگه از توابع رو با هم بخونیم، بریم چند تا سوال درست با هم حل کنیم. چند تا سوال درست. همیشه برای تنبار مستد میده اگه منفی باشم همینطور. فقط یه جا ببین عبارت کسی که سال دهمش چی نخونده بعد داره یازدهمش رو قوی میکنه دهمش رو چی کار کنه؟ آرزو امسال فقط به همین درس امسالت فکر کن، این میره برای زیر مجموعه سال بعد. بچه‌ها گفتم آخرش همه سوالاتونو جواب میدم، اگه شده حالا یه رو من بیشتر باشم سوالات شما جواب میدم بعد میرم. پگاه عبارتی که معروفه، ما عبارت همواره منفی نداریم، معمولا عبارت همواره مثبت داریم. کما اینکه میشه عبارتی رو هم ترک کرد که همیشه جواب منفی بده. استاد اگه منهای x بود منفی میشد. منهای x، منهای x ما نداریم اینجا، یعنی این منهای x بود، این اولیه یگانه بستگی داشت منفیش پشت پرانتز باشه یا داخل پرانتز باشه، بعدش چه عددی بدی. نمیتونستی به اون عبارت بگی عبارت همواره مثبت یا عبارت همواره منفی، باید میومدی چک میکردی جای ایکسش هر عددی بذاری قطعا به تو یه جواب مثبت میده، قطعا به تو یه جواب منفی میده، باید چک میکردی. خب بریم سراغ تابع بعدیمون. تابع بعدیمون رو بخونیم و بریم کلی سوال با هم حل کنیم. تابع بعدی رو ما بهش میگیم تابع جزء صحیح. هممون میدونیم به این تابع تابع براکت هم گفته میشه. خب تابع براکت یا جزء صحیح یعنی همچین علامتی داره. خب ما باز هم این رو میدونیم که رابطه براکت با اعداد صحیح خیلی خوبه. آقا باهاش خیلی رفیقم، اعداد صحیح با براکت رابطه خوبی دارن. چرا؟ چون که اگر اعداد صحیح داخل براکت قرار بگیرن براکت خود اونا رو میده بیرون، کاری باهاشون نداره. ولی اگر اعداد غیر صحیح سهر داخل براکت قرار بگیرن براکت عدد صحیح کوچکتر رو میده بیرون. خب بیا اینی که میگیم ما پای تخته بنویسیم کامل با هم تحلیلش بکنیم. بیاریم سراغ تحلیل تابع براکت. ما الان چی گفتیم؟ گفتیم آقا رابطه براکت با اعداد صحیح خوبه. آقا زد میشه مجموع اعداد صحیح دیگه.
میگیم آقا اگر داخل براکت اعداد صحیح قرار بگیرن، براکت خودشونو مستقیم میده بیرون. ولی اگر اعداد غیر صحیح داخل براکت قرار بگیرن، مثل 4.7، مثل -2.3، براکت عدد صحیح کوچکتر رو میده بیرون. یعنی چی؟ میگم بچه ها 4.7 بین کدوم دوتا عدد قرار داره؟ میگه 4.7 بین 4.5 قرار داره. میگم عدد سعی کوچیکه رو بنویس جلوش، یعنی 4. میگم -2.3 بین کدوم دوتا عدد سعی قرار داره؟ میگه آمری بین -2 -3 قرار داره. میگم خب اوکی عدد سعی کوچکتر رو بنویس. میگه آمری -3 عدد سعی کوچکترش میشه. متشکرم، بله جوابا همه درسته، کامل درسته. پس آقا ما معنی و مفهوم و خاصیت براکت رو الان فهمیدیم. گفتیم عدد سعی خودش میاد بیرون، عدد غیر سعی که داخلش قرار میگیره براکت عدد سعی کوچکترش رو میده بیرون. شما هم همیشه بیاییم مثل من ببینید بین کدوم دوتا عدد قرار گرفته، عدد سعی کوچکتر رو انتخاب کنید. بیا بریم رو شکلش. یادت میاد تو تابع پلکانی باید یه تعریف گفتم، گفتم تابع پلکانی شکلش به صورت پله هایی هست که یا به سمت بالا یا به سمت پایین در حال حرکت هست و لزومن فاصله پله ها با هم یکسان نیست. مرسی نیوش. الان میگم در شکل تابع جزء صحیح یا براکت شکلش مثل شکل تابع پلکانیه، ولی در تابع براکت فاصله پله ها لزومن با هم چیه؟ بودو تو چپ به من بگو ببینم. لزومن با هم یکسانه. پس این تفاوت بین تابع جزء صحیح یا براکت و تابع پلکانیه، همونی که لزوما فاصله یکسان نیست. اینجا لزوما فاصله ها یکسانه، به قول سارا برابره، به قول محشید مساویه، به قول یگانه یکسانه. حالا بیایم بریم یه سوال ازش حل کنیم. الان دیگه سوالای خوبی میشه، الان دیگه سوالای درستیه. سوالی که میبینید، خب من طرح کردم برای آزمونهای مبتکران سراسر کشور، گفته حاصل این عبارتی که میبینید کدام است؟ همونطور که میبینید تست ترکیبیه، تست هم تسته در از تابع ساینه، هم براکت اومدیم سوال رو هم ترکیب کردیم. بیا با هم حل کنیم ببین همچین چیز رو. بچه به خدا باورتون نمیشه خیلی از داوطلبا شکل این سوال رو میبینن میرن تست بعدی، ولی الان ببین میخوام به یاد بدم خیلی راحت حلش کنی، راحت تر از چیزی که فکرشو بکنی. بیا بریم با هم حلش کنیم. بیا اول یاد بگید جسارت حل این سوالا رو داشته باشید. میگم آقا گفته دوتا ساینه، آقا دوتا، میگم ساین -3 -14. آقا به خدا خود عدده برامون مهم نیست، فقط مهمه صفر باشه، منفی باشه، مثبت باشه. آقا عددمون چنده؟ -3 -14. خب این عددی عدد منفیه، تابع ساین به ازای ایکس منفی چی به ما میده؟ بودو جواب میخوام ازت، بودو انرژی تو بربار سر کلاس من. متشکرم. -1 بهمون میده به علاوه یه. گفته دو تا براکته -3000. اصلا عدد مهمیست، قبول داری -3000 بین صفر و -1 قرار گرفته؟ این عدد بین صفر و -1 دیگه. ما گفتیم براکت چی میده بیرون؟ عدد صحیح کوچکتر. خب آقا بین صفر و -1 کدوم کوچکتره؟ مهمان اسمش هم ندارم میکشمه. بین صفر و -1 -1 کوچکتره، پس جواب این هم میشه -1. حالا بیاریم سراغ مخرج، بیاریم سراغ مخرج. میگه دو تا براکت 3 رادیکال دو به علاوه. آقا تو رو خدا مقدار رادیکال دو رو حفظ کنید، تو کنکور که بلا استثنا گیرت میندازه. رادیکال دو مقدارش میشه 1.4. ببین اینو چطوری حساب میکنم. میگم مگه ندارم براکت 3 رادیکال دو به علاوه 1؟ اینجا رو نگاه کن. میگم خب اوکی
من رادیکال دو رو بلدم، میشه 1.4. میگم 3 تا 1.4، اینا دیگه بحثای محاسباتی که باید حرفه‌ای بهت یاد بدم که چجوری تو روز کنکور با انجام محاسباتی که بهت یاد میدم تو بحث مدیریت زمان بتونی قشنگ تایمت رو مدیریت کنی. میگم 3 تا 1.4، میگه میشه 4.2. یه به علاوه 1 هم داره، پس میشه آقا این میشه 4.2. یه به علاوه 1 هم داره میشه 5.2. میگم 5.2 بین کدوم دوتا عدده؟ میگی بین 5 و 6. براکت عدد سعی کوچیکه رو به من میده، یعنی 5 رو به من میده، پس یه 2 دارم ضرب داره. جواب این رو به دست آوردم، عدد 5 به علاوه 1. میگم ساین رادیکال دو به علاوه 1. بچه ها مقدارش برام مهمه. میگی نه آمری، اصلا مقدارش برام مهم نیست، فقط ببین مثبت منفی 0. میگم رادیکال دو به علاوه 1 عدد مثبته، پس ساین به ما 1 میده، پس به علاوه 1. آقا دوتا منفی 1 منفی 2، به علاوه 2 منفی 1 منفی 2، منفی 2 به علاوه منفی 2 منفی 4، 2 ضرب در 5 10 به علاوه 1 برابر میشه به عدد 11 منفی 4 11. گزینه شماره 1. متشکرم از آرزو و ملیکا، به 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 شما. مگه فاطمه، مگه نباید اون 2 رو ضرب کنیم؟ چرا دیگه ضرب کردیم دیگه. این آها، این 2 رو ضرب در منفی کردم شد منفی 2، 2 رو ضرب در منفی کردم شد منفی 2، منفی 2 به علاوه منفی 2 شد منفی 4، 2 تا 5 تا شد 10 تا به علاوه 1 شد 11 دیگه. خیلی راحت، خدا رو شکر. خدا نه ازش خوشم اومده. جدی میگی نمیشم، خدا به خدا. اینا من بهتون گفتم، گفتم همیشه اعتقادم بر این بوده که ریاضی رو به ما بد درس دادن. به خدا اگه درست درس میدادن یکی از شیرین‌ترین درس‌های شما میشد، اصلا تو این شک نکنید. بیا آره باحال، بله واقعا، بله واقعا. خدا رو 100,000 مرتبه شو اگه تونسته باشم یه خوردم شما رو علاقه من کرده باشم به ریاضی، کارمو درست انجام دادم. خب این سوالی بود که از تابع ساین و تابع براکت با هم حل کردیم. یه نکته باحال بهتون یاد بدم، اولا این سوال رو میخوام حل کنیم. گفته نمودار این تابع با این دامنه از چند پاره خط تشکیل شده. سوال خیلی به کنکور همیشه از تابع براکت سوال میدن، اصلا اینجا تابلو براکت دیگه، به fx مساوی براکت x، پس سوال براکت. میگه تو این با دامنه، تو این بازه‌ای که به ما داده از چند پاره خط تشکیل شده. آه اینو یادتون باشه، اینو یادتون باشه. ببین نازنین، همونی که بهت میگم آ داوطلبانه همین فکر رو میکنن، صورت سوالو میبینن میترسن میرن تست بعدی، دوباره بعدی رو میبینن میترسن میرن تست بعدی. این عمل تا از تست شماره 100 تا 120 ادامه دارد و به خاطر همینه که میانگین ریاضی ما تو کشور همچین بلایی سرش اومده. میگم آقا هر موقع بهت گفت تو تابع براکت اون تابع از چند پاره خط تشکیل شده، آمریک بله، میشه بهمون یه نکته تستی باحال یاد بدی؟ بله. اینجا رو نگاه کن، میگم یه سر بازده رو در نظر بگیر، میگی خب یه سرش منفی 2. میگم بیا یه واحد یه واحد بیا جلو تا به اون یه سر بازده برسی. میگی یعنی چی؟ میگم خب نگاه کن، میشه منفی 2 تا منفی 1، ببین یه واحد دیگه، منفی 1 تا 0، 0 تا 1. ببین این یه سر بازدته، این یه سر بازدته، مگه نرسیدی به اون سر بازده؟ میگم چند تا پاره خط شد؟ میگی 1 2 3. گزینه شماره 3. آمری تستای کنکور اینقدر راحته؟ نه اینقدر راحت نیست، من دارم بهت نکته یاد میدم. حله. بعدش حالا یه تست دیگه شو ببین چجوری داده بود، اومده اون سوال داده بود، گفته بود اگر fx مساوی براکت x باشه، گفته بود تو این بازده از چند پاره خط تشکیل شده؟ گفته بود منفی 4.1 تا 2.7. گفته بود اینو میشه به دست بیاری؟ اینو به اون سوال داده بود. حالا دقت کن ببین چیکار میکنم. میگم اگه دو سر بازده تا اعشاری داده بود، یه اعشار بزن تا عدد صحیح، بعد دوباره عدد صحیح بیا پایین. میگه یعنی چی؟ میگم یه مرحله، اولا این سر بازده تا بگی، میگم بگو آقا از منفی 4.1 تا خود منفی 4 اول بیا گردش بکن، یه عدد صحیح ازش بگی. میگه خب میگم خب الان کارت راحت شد، میشه منفی 4 تا منفی 3،
منفی 3 تا منفی 2، منفی 2 تا منفی 1، منفی 1 تا 0، 0 تا 1 تا چند بود؟ 2. 1 تا 2 مرحله آخر میشه 2 تا خود 2 هفتم. بابا به خدا زیر 30 ثانیه حل میکنی این تستو. بابا دافتر اصلا نمیدونه این تست یعنی چی. میگم نگاه کن این یه دونه پاره خط، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، از 8 پاره خط تشکیل شده. بیا اصلا جواب رو که زدن بچه‌ها. سارا سپیده عالی بود، عالی بود. تو رو خدا به این باور برسی تست کنکور رو لهو لورده میکنه تو این شکل. حالا بیا بریم سراغ تست های قطره ببینیم چه خبره. سوال داریم از تابع ساین و اینا حل کنیم ببینیم آقا تا الان چی کاره بودیم. خب این یه سوال خیلی خوبه، یه سوال درسته، یه سوال قوی از تابع در اس براکت. بیا با هم حلش بکنیم ببینیم چطوری حلش. گفته آقا اگر fx مساوی براکت 3x و jx مساوی براکت x به نهای 4 باشند، حاصل این عبارتی که میبینید کدام است؟ کامل دقت به من باشه دخترم. میگم آقا موقعی که تابع fx رو داده، تابع jx رو داده، پس تو هر جا j دیدی برو سراغ تابع jx و هر جا که f دیدی برو سراغ fx. خب این که چیز واضحیه دیگه، این که خیلی راحته. میگه آقا گفته j رادیکال 6. میگم رادیکال 6 هم از اون رادیکال هاست که گیرت میندازه. اینو یادت باشه رادیکال 6 میشه 2 و 14 هم. آقا رادیکال 2 میشه 1 و 14 هم. رادیکال 6 میشه 2 و 14 هم. حفظش کن. میگه خب j رادیکال 6. میگم پس اگر میگه j رادیکال 6 باید برم تو ضابطه jx هر جا که x دیدم به جاش رادیکال 6 قرار بدم. ببین چه اتفاقی میفته. میشه j رادیکال 6 مساوی با براکت رادیکال 6 که گفتم رادیکال 6 میشه 2 و 14 هم منهای 4. 2 و 14 هم منهای 4 میشه منفی 1 و 16 هم. میگم خب اوکی الان که شد منفی 1 و 16 هم، منفی 1 و 16 هم بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار میگیره؟ میگه بابا آمری بی خیال دیگه، این سوال ابتدایی چی اما میپرسی؟ بین منفی 1 و منفی 2 قرار میگیره. براکت عدد صحیح کوچیکه رو میده بیرون، یعنی منفی 2. متشکرم. بله منم با نظرات شما کاملا هم عقیده. بریم سراغ اف. نی میگه آمری نگاه کن چون صحبت از اف کرده، پس نرم برم سراغ این اف ایکسه، برم تو این ضابطه هر جا ایکس دیدم به جاش نیم بذارم. میگم پس اف نیم مساویه براکت 3 ایکس دیگه، بجا ایکس هم نیم بذارم دیگه، یعنی میشه 3 ضرب در نیم. آقا 3 تا سوال نیم نمره حل کردی، چند نمره گرفتی؟ میگه آقا 1.5 نمره گرفتم. میگم خب اوکی این 1.5 بین کدوم دو تا عدد صحیحه؟ میگی بین 1 و 2. آمری براکت این صحیح کوچیکه رو به من میده، یعنی جواب هم میشه 1. اینم تا اینجا قبول. زهرا آخرش دوباره توضیح میدم، فعلا بقیه رو نگاه کن اونم برای جا میفته. میگم پایین داریم f عدد پی تقسیم بر 3. میگی پس بیا اول f عدد پی رو به دست بیاریم بعد جوابش رو تقسیم بر 3 کنیم. قبول. آقا پس میگم اگر f عدد پی رو ما میخوایم باید بریم تو ضابطه fx جای x اون عدد پی رو قرار بدیم، یعنی در اصل میشه f عدد پی مساوی با 3 ضرب در 3 ممیز 14. چند میشه بچه ها؟ این میشه 9 خورده ای. حالا 9 خورده ایش هم کاری ندارم. این 9 خورده ای که این میشه میشه بین 9 و 10. میگی براکت سعی کوچیک رو به من میده. آمری من مطمئنم جواب این میشه 9. متشکرم. سپیده پا به پای من داره میاد جلو. احسن بر تو سپیده. میگم خب آخریش چی گفته؟ میگی گفته ج منفی 1 و 2 دهم. ج منفی 1 و 2 دهم. بریم تو ضابطه ج ایکس جای ایکسمون منفی 1 و 2 دهم بذاریم، میشه منفی 1 و 2 دهم منهای 4. منفی 1 و 2 دهم منهای 4 میشه چند دخترا؟ میشه منفی 5 و 2 دهم. منفی 5 و 2 دهم بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار گرفته؟ بین منفی 5 و منفی 6. آقا براکت صحیح کوچیکه رو میده بیرون. همه رو به دست آوردیم. بیا بریم جایگذاری کنیم.
این قولترین تستیه که میتونن هم براکت بت بدن. تو الان نمیدونی اگر توانه حل اینو داری چه کاری رو انجام دادی. حالا یه برم جای گذارش انجام بدیم، جواب این چند شد؟ میگی شده منفیه دو. به علاوه اف نیممون چند شد؟ شد یک. بریم پایین، گفته اف عدد پی رو که به دست آوردی تقسیم بر سه کن. ما میگیم اف عدد پی رو به دست آوردیم 9 سوم میشه 3. منهایه میگم ژ منفی 1/2 چند در آوردی؟ میگه به دست آوردم منفی 6. از بالا به دست میاد منفی 2 به علاوه 1 منفی 1، منفی در منفی، مثبت 3 به علاوه 6 9، منفی 1 9. جواب این تست قلوری بود که با هم حل کردیم. بچه این تست خیلی تست خوبی بود، اگر میبینی همه جاشو متوجه شدی و الان قادر به حلش هستی، مطمئن باش تا به براکت رو کامل یاد گرفتی. باز همین حرف من رو فراموش نکن، ریاضیات تابعی از تمرین و تکراره. یعنی حتی من عامری این ریاضی رو ببندم شاید چند وقت دیگه یادم بره. همیشه تمرین و تکرار در ریاضی حرف اول رو میزنه. یکم سختش که به خاطر اینه که خب سوال سنگینیه، سوال در حد مثلا 11 میخواد، شاید تو امتحانات هیچ وقت همچین سوالی رو نبینی اصلا. این قایت سوالیه که میشه براکت تر کرد. دومی چجوری شد؟ یک. آقا سه تا نیم مگه نمیشه یک و نیم؟ خب یک و نیم بین کدوم دوتا عدد صحیح قرار گرفته؟ بین یک و دو قرار گرفته دیگه. براکت عدد صحیح کوچیکر رو میده بیرون. حل ملک. خب محدث این میشه همون بحث تمرین و تکراری که بهت میگم. خواهش میکنم. خب بریم سوال حل کنیم. اینجا چهار عمل اصلی. اینو ببینم یه لحظه، وایس تا ببینم این سوال رو. بیا این سوال رو با عمل کنیم. گفته اگر ساین براکت x مساوی 0 باشد، x کدام عدد نمیتواند باشد؟ بچه ها اینو دقت کنید. میگم آقا موقعی که میگه کدام عدد نمیتواند باشد، مطمئن باش جایگذاری گزینه هاست. باید بری گزینه ها تو صورت تست قرار بدی. یعنی یه بار بری اینجا جای x رو 0 بذاری، یه بار بری 1/2 بذاری، یه بار بری منفی x رو بذاری، یه بار بری 8/2 بذاری، یه دونشون مساوی 0 نمیشه. همون جواب غلط است. بیا با هم چک کنیم. میگم بیا 0 بذاریم، یعنی میشه ساین براکت 0. دخترها با من بیاید جلو، همه تو چت شرکت کنن. آقا براکت 0 چند میشه؟ من جواب میخوام از تو. براکت 0 چند میشه؟ میشه خود 0. ممنونم ازتون. آقا براکت 0 میشه 0. الان چه اتفاقی افتاد؟ شد ساین 0. ساین 0 میشه چند؟ بودو جواب منو بده. متشکرم. ساین 0 هم میشه 0. خب اینم گفته میشه 0 دیگه. میگه آمری این درسته. اینو ولش کن. بریم 1/2 بذاریم. میگیم ساین براکت 1/2 آره من فکر کنم 1/2 براکت 1/2. میگم خب 1/2 میشه چند؟ میگی میشه نیم. میگم نیم بین چیه؟ میگی بین 0 و 1. پس براکت عدد صحیح کوچیکه رو به ما میده، پس این میشه 0. ساین 0 هم میشه 0. میگم آره اینم که درست شد. میگم بریم گزینه 3 رو بذاریم، میشه ساین براکت منفی 1/3. میگم منفی 1/3 بین کدوم دو تا عدده؟ میگه آمری منفی 3/3 تازه میشه منفی 1. پس منفی 1/3 که طفل تر کوچیکتر، منفی 3/3 تازه میشه 1. پس منفی 1/3 بین 0 و منفی 1 براکت عدد صحیح کوچیکر رو به ما میده بید. یعنی منفی 1 یعنی چی میشه؟ میشه ساین منفی 1. میگم خب ساین منفی 1 چند میشه؟ میگه آمین میشه منفی 1. پس 0 نشد. گزینه شماره 3. بله متشکرم ازتون. عالی جوابا بی نظیر. بله اینا سوالا نمونه سوالات قوی کنکوره. ببین ایرادی که وارده که من حالا به بعضی از همکارا، همه نه خیلی از همکارا هستن فوق العاده خوب دارن کار میکنن، اینه که میگم هیچ موقع دانش آموز به چالش نمیکشن.
یعنی خب برای دبیر راحت تره، یه چیز راحت رو درس بده، خب نبرتش سمت سوالای سخت، برای خودش ایجاد مشکل نکنه، راحت درس بده بره جلو. ولی درستش اینه که دانش آموز رو با تستای سخت ما آشنا بکنیم که زمانی که روز کنکور میشه اون برات راحت باشه. من همیشه بچه‌ها میگم بیاین سختی رو تو طول سال به جون بخریم، ولی موقعی که اتمام سال میشه میری کنکور میدی خیالت راحت باشه و چهره خندون بیای بیرون. به خدا من امسال بچه‌ها 20مین سالیه که دارم درس میدم. خب بچه‌ها تو این 20 سال هم چهره‌های خندون دیدیم، هم چهره‌های گریون دیدیم، و این نتیجه‌ای که دارم بهتون میگم نتیجه 20 سال تجربه منه. خب که آقا سخت کار کنیم، سوالات سخت‌تر از کنکور کار کنیم، ولی موقعی که رفتی دفتر چه کنکور رو باز کنی خندت بگیره، بیای بیرون بگی وای بچه سوالا چقدر راحت بود، بغلیه بهت بگه سوالا راحت نبود، پس تو احتمالا خیلی خوب خوندی. اونجاست که قشنگ چهره خندون میشه، اونجاست که قشنگ چهره خندون میشه. چی بگم حدیث خیره ایشالله، چی بگم. حالا بذاریم هم دیگه تستی داریم حل کنیم، حتا به ساین و براکت. این که بیا بریم سراغه این رو حل. وای بچه ها یه چیزی بگم هلیا مبتکران تعلیف شهرام آمری، یه چیزی بگم. آقا 10 دقیقه مونده کلاسه، بدبخت شد. آقا 10 دقیقه مونده کلاسمون، تموم شد. به خدا یکانه اصلا سپید ساعت رو نگاه کردم کف کردم 5:20 شد، ما که الان اومدیم سر کلاس. ای خدا بدبخت. آقا اینو بگم، میخوام یه اشاره کوتاه سریع به تابع قدر مطلق کنم. خب بیا اینو سریع خودم برای تلش کنم. گفته براکت 3 رادیکال 2، اینجا رو نکنید، نگاه گفته براکت 3 رادیکال 2 آمری. بله ما ریاضی رو حرفه‌ای می‌خونیم، رادیکال 2 یعنی 1.4، 3 تا 1.4 یعنی 4.2، 4.2 بین 4 و 5 براکت سعی کوچیک رو میده بیرون 4. مخرجت چی بوده؟ براکت رادیکال 2، خود رادیکال 2 میشه 1.4، یعنی بین 1 و 2 قرار گرفته. آمری براکت نادن سعی کوچیک رو میده بیرون. بریم جلوتر، ساین این دفعه دیگه رفته سراغ ساین 7 منهای 4 رادیکال 3. میگم خب بچه‌ها دخترها ببینیم جواب داخل پرانتز مثبت یا منفیه. میگم این رادیکال 3 چیه دیگه؟ میگم آقا رادیکال 3 میشه 1.7، اینو یادت باشه. 4 تا 1.7 فکر کنم بشه 6.8، این میشه 6.8. 7 منهای 6.8 میشه مثبت 2. آقا تابع این شد مثبت 2، تابع ساین به ازای ایکس های مثبت چی بهمون میداد؟ 1 مگه بهمون نمیداد؟ با آقا چی کار دارید؟ ماشاءالله جوابا رو نگاه کن، چی کار دارید میکنید با من؟ میگم خب چه بیا بنویسیم جواب بالایی 4 مخرج 1 منهای جواب ساین هم در آوردیم 1. میگم آمری 4.1 که این منفیه بدیش، میگه 4.1 که میشه 4، منهای 1 میشه 3. آمری گزینه شماره 3 جواب بود. تو رو خدا یه چیزی بپرسم ازتون، الان که اون سوال اولیه رو حل کردیم که گفتم این قوله دیگه تابع براکته، خدای این به نظرت راحت نیمد؟ این به نظرت تست راحت تری نشد؟ خیلی میبینی؟ ببین دقیقا داری همچین چیزی رو حس میکنی، شوخی بود. ببین حدیثه میگه شوخی بود. آه به خدا شوخی نیست، این تستا رو نمیتونن حل کنن. به خاطر همینه میگم بریم تست سخته رو یاد بگیریم. حالا شاید سخته رو همون موقع یاد نگرفتیم، بریم روش تمرین رو تکرار کنیم، ولی موقعی که میایم جلو این تست رو میبینیم میگه آقا خنده بود، خیلی راحت بود. ببین چجوری میرسی به همچین مرحله ای؟ با تلاش، با حل تست های درست و سخت، البته سخت استاندارد. همونطور که تست سخت استاندارد تو رسیدن به راهت هدایت میکنه، تست سختی که غیر استاندارد بکنی قشنگ گمراه هست، راهت رو گم میکنه. بیاییم سری رو تابع قدر مطلق، یه توضیح کوتاهی راجع به قدر مطلق بهت بدم. خب دخترها ما هممون تعریف ابتدای قدر مطلق رو میدونیم. ما الان از بچه‌ها اول جلسه میریم میگیم خب بچه‌ها قدر مطلق خاصیتش ما اد شک نکن کنکور میتره کنیم. میگه خب قدر مطلق خاصیتش میگه که آقا هر عدد منفی رو مثبت کن. یه تعریف ابتدایی از قدر مطلق، هرچند اشتباه هم نیست. مثبت مثبت نیاد بیرون، منفی مثبت.
سبا چی گفتی آخه تو؟ هنوز آرزو قدر مطلق درس هم تازه شروع کردم. میگم تو بیا این تعریفی که من میگم و برای قدر مطلق یاد بگیر، مطمئن باش ضرر نمیکنه. میگم خاصیت قدر مطلق در اینه که اگر داخلش اعداد مثبت قرار بگیرن قدر مطلق خودش رو میده بیرون، اگر داخل قدر مطلق اعداد منفی قرار بگیرن قدر مطلق قرینش رو میده بیرون. سبا همین رو گفتی حل سبا اوکی. خب پس آقا اینو تو ذهنمون همین الان بدیم، این تعریف آکادمیک قدر مطلقه. آقا اگر داخل قدر مطلق عدد مثبت قرار بگیره قدر مطلق خودش رو میده بیرون، ولی اگر داخل قدر مطلق عدد منفی قرار بگیره قدر مطلق قرینش رو میده بیرون. خب همین رو بیا به زبان ریاضی تعریف کنیم. میگیم اگه داخل البته اینجا بهتره یه و صفر هم اضافه کنیم، اگه داخل قدر مطلق عدد مثبت و صفر قرار بگیره قدر مطلق خودش میده. میگم آقا اینجا رو نگاه کن، ما الان هم چه حرفی سر دیگه، اگر داخل قدر مطلق اعداد صفر و مثبت قرار بگیرن قدر مطلق خودش رو میده بیرون، اگر داخل قدر مطلق اعداد منفی قرار بگیرن قدر مطلق قرینش رو میده بیرون. آقا همین حرفی که زدم و سبا الان به زبان ریاضی نوشتم، اگر داخل قدر مطلق صفر و مثبت قرار بگیره خودش، اعداد منفی قرار بگیره قرینش. ما میایم به شما یاد میدیم، میگیم آقا برای رسم تابع قدر مطلق، یا اصلا یه قسمت کتابتون گفته که آقا بیا تابع قدر مطلق رو یاد بگیرید تبدیلش کنید به یک تابع دو ضابطه ای. من الان میخوام به تو یاد بدم که یک تابع قدر مطلق رو چطوری تبدیلش کنی به یک تابع دو ضابطه ای از این فرموله. حالا بیا یه مثال برات بزنم کامل برات جا بیفته. میگم فکر کن به ما گفتن که آقا تابع قدر مطلق 2x منهای 6 رو به یک تابع دو ضابطه ای تبدیلش کن. البته شما الان رسمو دارید با 4 نقطه میخونید. حالا سال بعد من به شما نقطه تستی یاد میدم، میگم آقا اصلا نیازی نیستون 4 نقطه رو به دست بیاری، خود ریشه رو بذار، یه واحد بلندتر، یه واحد بیشتر، یه واحد کمتر. خب این البته برای کنکور به درد الان نمیخوره. میگم آقا برای اینکه یک تابع قدر مطلق مثل همین تابعی که میبینید fx مساوی یا y مساوی، فقط چون fx همون y تو تابع دیگه، میگم آقا اگر بخوای این رو تبدیلش کنی به یک تابع دو ضابطه ای، بیا عبارت داخل قدر مطلق رو مساوی صفر قرار بده و ریشه عبارت داخل قدر مطلق رو به دست بیار. آقا پس مرحله اول کارم چی بود؟ عبارت داخل قدر مطلق رو مساوی صفر قرار بدم، یه معلوم مجهول کنم، پس 2x برابر میشه با عدد 6، پس x برابر با طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول که به دست میاد عدد 3. ما به این 3 میدونی چی میگیم؟ میگیم ریشه عبارت داخل قدر مطلق. حالا که ریشه رو در آوردی، بیا این فرموله رو بنویس. ببین فرموله چی میگه؟ میگه آقا ایکسای بزرگتر مساوی ریشه میشه خودش، ایکسای کوچیکتر از ریشه میشه قرینش. آمین. اینی که گفتی اصلا یعنی چی؟ میگم آقا مگه ریشه تو به دست نیاوردی؟ میگه چرا؟ میگم پس بیا همینو بکش، بنویس ایکسای بزرگتر مساوی ایکسای کوچیکتر. خب آقا ریشه مگه 3 نبوده؟ بیا جلو ریشه‌شو بنویس. ریشه هم سه در نهی بردی، من گفتم آقا ریشه ای که در بردی بیا ریشه رو اینجا بنویس دیگه. میگم به ازای ایکسای بزرگتر مساوی ریشه، این ایکسی که اینجا نوشتی یعنی خود عبارت داخل قدر مطلق، این منفی ایکس یعنی قرینه عبارت داخل قدر مطلق. میگم آقا به ازای ایکسای بزرگتر مساوی ریشه خود عبارت داخل قدر مطلق رو بنویس، به ازای ایکسای کوچکتر ریشه
قرینه عبارت داخل قدر مطلق رو بنویس، یعنی میشه منفی 2x به علاوه 6. چه اتفاقی افتاد خانوما؟ اتفاقی که افتاد اینه که ما یک تابع قدر مطلق رو تبدیل کردیم به یک تابع دو ضابطه. الان خیلی راحت اون تابع قدر مطلق رو تبدیل شد به یک تابع دو ضابطه. یک بار دیگه مرور میکنم، یک بار دیگه برات شیلا تو هم قد شدی دقت کن. عبارت داخل قدر مطلق رو مساوی صفر قرار دادم، ریشه شو به دست آوردم، گفتم 2x منهای 6 مساویه 0، 2x مساویه 6، پس x میشه 6، دوم میشه 3. این عدده ریشه داخل قدر مطلقه، گفتم اینو حفظش کن، بدون x بزرگتر مساویه ریشه میشه خود عبارت داخل قدر مطلق، x کوچیکتر ریشه میشه قرینه عبارت داخل قدر مطلق. حالا اینجا رو نگاه کن، خب ریشه هم چند بوده؟ ریشه هم اگه 3 نبوده، پس اومدم نوشتم x بزرگتر مساویه 3، x کوچیکتر از 0، اینا هاش. گفتم به ازای x بزرگتر مساوی ریشه خود عبارت داخل قدر مطلق رو بنویس، اومدم نوشتم 2x منهای 6. گفتم به ازای x کوچیکتر از ریشه قرینه عبارت داخل قدر مطلق رو بنویس، یعنی عبارت داخل قدر مطلق رو قرینه کن، قرینه کنیم شما منفی 2x علاوه 6. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که یک تابع قدر مطلق رو تبدیل کردیم به یک تابع دو ضابطه. حالا در از توی برای رسم شکل میگم، نکته ترسیش رو نمیگم، فقط رسم شکلش هم بگم توی 3-4 دقیقه. به شما یاد دادم، گفتن آقا اگر میخواین تابع قدر مطلق رو رسم کنی باید 4 نقطه رو در نظر بگیری. چجوری 4 نقطه؟ آره سبا دقیقا به تابع دو ضابطه تبدیل شد. میگم 4 تا نقطه، نقطه A، نقطه B، نقطه C و نقطه دی. یعنی دو تا نقطه باید از بالاییه بگیری، دو تا نقطه باید از پایینیه بگیری. چطوری باید این کارو بکنیم؟ نگاه کن آقا، اینجا مگه نگفته ایکسای بزرگتر مساوی 3؟ آقا ایکسای بزرگتر مساوی 3 خود 3 هم میتونیم بذاریم. سوال من از شما اینه، بله خیر؟ بله، منم با تو موافقم. آقا پس موقعی که میگه ایکسای بزرگتر مساوی 3، اون دو تا نقطه، ببین دو تا رو میخوام بدم به بالاییه ها، این دو تا سر کارم با بالایی است. موقعی که میگه x بزرگتر مساوی 3، پس یه بار خودشو میدم، یه بار یه واحد بیشتر بهش میدم، یعنی میدم 3 و 4. حالا دختر رو نگاه نگاه نگاه، میگم اگه اینجا ندادم 3، برو اینجا بذار 3، میشه 2 ضرب در 3 6، 6 منهای 6 میشه 0. این شد نقطه اولت. یه بار بیا 4 بده اینجا جای x، اگه جای x هم بذارم 4، میشه 2 4 تا 8 تا، 8 منهای 6 هم برابر میشه با 2. دو تا نقطه بالامو گرفتم دقیقاً سبا، چون گفته مساوی پس خود سهم هست. حالا بیا بریم سراغ سی و دی. سی و دی ربط داره به این پایینیه، حواس جمعش. میگم خب اینجا ناکن، چون گفته ایکسای کوچیکتر از 3، بازم خود 3 رو میتونم بذارم، بعدا جواب میخوام ازت. نه، چون که علامت مساوی نداره. خب میگم ایکسای کوچیکتر از 3 چند بذارم؟ میگه خب همون کاری نداره، بذار 2 بذار 1. حالا میام اینجا یه بار جای ایکس هم 2 میذارم، میگم منفی 2 ضرب در 2 میشه منفی 4 به علاوه 6 میشه مثبت 2. یه بار میام 1 میدم، میگم 2 ضرب در منفی 1 میشه منفی 2 به علاوه 6 میشه 4. آقا من 4 نقطه به دست آوردم، این 4 نقطه رو میخوام روی دستگاه محورهای مختصات نمایش بدم. آقا این دستگاه نقطه اولم بوده 3 و 0، این 1 2 3، این نقطه 3 و 0. نقطه دوم بوده 4 و 2، این 3 بود، این 4، این هم دوتا بریم بالا، این 4 و 2 میاد میشه این نقطه. نقطه بعدی بوده 2 و 2، این 2 و 2، این نقطه بعدی بوده. و نقطه 4 هم بوده 1 و 4، یعنی این نقطه بوده. میگم فقط کافیه این نقاط رو به هم وصلشون کنی. نگاه کن چه اتفاقی افتاد، تابع قدر مطلق ما رسم شد. هرچند برای امتحان نهایی آخرین باریه که این طریقه رسم قدر مطلق رو خواهی دید، چون که بعدش به یاد میدم که خیلی راحت تابع قدر مطلق رو رسم کنی، هم به صورت انتقال هم به این صورت، هم با 3 تا نقطه راحت به یاد میدم تابع قدر مطلق رو رسم کنی. اصلا یادت باشه کتاب اومده الکی افتاد آقا ما 4 نقطه نمیخوایم برای تابع قدر مطلق، نقطه آخر چه کمکی به ما کرد؟ هیچی. آقا این نقطه نبود تابعمون رسم نمیشد. ب
به خدا رسم میشد. پس نقطه چهارمی اصلا نیاز نبود. بله مایده جان به همین راحتی دقیقا سبا رسم میشد دیگه. آقا چرا به دانش آموز میگی چهار تا نقطه بگیره؟ یه نقطه بگو ریشه در بیاره، یه باید بیشتر ریشه، یه باید کمتر ریشه، تمام، تا به قدر متعدد رسم میشه. اصلا نیاز نبود. نمیدونم چطور چرا گفته تو سهمی هم همینه گفته تو سال دهم. گفته یه چهار تا نقطه بگیر با سه تا هم رسم میشن. اینا عرض کنم خدمت شما استاد معلم هم گفت با اینکه سه رو نخواسته ولی میتونیم بگیریمش. بعد تو خواهی بله بله درست حدیث میتونستی نقطه سه رو بگیری، سه رو تو خالی حسابش کنی. بله درست گفته ایشون بهتون، کاملا درست. عرض کنم خدمت شما که علارغم میل باطنی من، چون کلاس شما رو فوق العاده دوست دارم، با انرژی هم میام سر کلاستون. عرض کنم خدمت شما که سبا جان گفتم که با همکارانم در مجموعه هماهنگ میکنیم. انشالله قبل از امتحان نهاییتون یک کلاس بی نظیر رو براتون برگزار میکنم، توش گزاره های منطقی، ادامه توابع و آمار سال 11 رو بهتون میگم که برای امتحانتون انشالله به مشکلی بر نخورید. قطعا من و همکارانم در مجموعه اندیشه خرد در کنار شما هستیم، نگران هیچی نباشید. الان به همکارانم میگم اگر امکانش بود حتما برنامه ها رو روی پنل مجموعمون قرار بدیم. کتاب رو خدمتتون عرض کردم، کتاب انتشارات مبتکر و مؤلف خود بنده هستم شهرام عامری. خیلی راحت میتونید از سایت در همه کتاب فروشی کتاب رو تهیه بکنید. کانال تلگرام مهندسه نمیخواد فعلا داشته باشی، با خود مجموعه در ارتباط باش، خود مجموعه همه چیز رو در اختیار شما قرار میده. خدا رو شکر آیدا که برات این کلاس مفید بوده، خیلی خوشحالم از این حرفی که زدی. عرض کنم خدمت شما چرا همه جا هستش مینا جان، خواهش میکنم، خدا رو صد هزار مرتبه شو خواهش میکنم آیدا، خواهش میکنم. خب امیدوارم هر جا که هستید در کنار خانواده های محترمتون خوب و خوش و سر حال باشید. آرزوی من و همکارانم در مجموعه بزرگ اندیشه و خرد همواره موفقیت شما عزیزانه. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما بچه ها.